اجماع بانوان افغانستان برای سال زیر نام جنگ بس است. اینجا اما رئیس جمهور غنی گپ‌های ناگفته‌اش را در پیوند و بی پیشینه‌ترین مذاکرات سال بین آمریکا و طالبان همگانی می‌سازد. می‌گوید زمینه ساز این گفتگوها خودش بوده، ورنه هیچ کشوری حاضر به نشستن دور یک میز با طالبان نبود. اگر هدفی بود که قوای بین المللی از افغانستان برای قوای بین المللی مانعتان نیست، دا کسو دا میدان بگه چی سنگه خود طول نره مقانه کرده از در سر او غگیگی ترسی ما نره تا نویلی ولی از کالا چا در سر او غگید. در قطر نمایندگان آمریکا و طالبان روی مصوبه سال رایزنی دارند، اما در کابل رئیس جمهور غنی میگوید مالکیت روند سال بعد از آن حکومت مشروع باشد و جهانیان تنها نقش تضمین کننده توافق سال را داشته باشد، نه چیز بیشتر. حدود سال یواز در افغانستان ولستاکل است. موک بانده سال چوب تحمیل اولی نسی، موک بانده آقا طول سال چی تل پای نیی آقا دی من لوار نده. رئیس جمهور از آمادگی ها برای برگزاری لویه جرگی مشورتی صلح هم میگوید. لویه جرگی که به باور و خط های درشت مذاکرات صلح با طالبان را روشن خواهد ساخت. اما ظاهرا چشم انداز رئیس جمهور غنی این است که حکومت آینده روی چگونگی صلح با طالبان تصمیم بگیرد. راتون که حکومت افغانستان در افغانستان لولسنا صلاحیت دولد. چه صلاحیت دیدی؟ چه څنګه سوله راوړي، څنګه یې وپالي او مخصوصا تلپایه سوله څنګه راوړي. بانوان هم در قطعنامه میخواهند که در گفتگوهای سال و پس از توافق سال با طالبان زنان افغانستان در حاشیه نمانند. کشورهای دیهر کوشش میکنه، کمک میکنه یا کمک نمیکنه فهمیده نیست، بسیار گدوادی است. منتها ما میفهمیم که در آخر گپ اگر صلح بیاید افغانستان باید ما بین افغانا امی صلح شود. هرچند که حکومت خودش را صلاحیت دار عام و تام گفتگوهای صلح میداند، اما نمایندگان سیاسی طالبان در دوحه بار دیگر گفتند که روی صلح با حکومت افغانستان هیچگاه گفتگو نخواهند کرد و طرف مذاکرهشان مردم خواهند بود. اشاره به شرکت کنندگان نشست موسکو.